ساناز قاضی زاده همکارم اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر به همین موضوع بپردازیم. ساناز، دیدیم که حرفهای مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان رو راضی نکرد. اونها امروز هم به خیابان‌ها اومدن. به طور کل بازنشستگان و نماینده‌هاشون چی میگن در این مورد؟ خب نماینده های کارگری چه در خانه کارگر و چه در شورای عالی کار هر دو میگن کار دولت غیرقانونی هست و این شیوه افزایش حقوقی که مد نظر سازمان تامین اجتماعی هم هست در مصوبه دولت هم اومده، اینها طبق قانون اشتباهه و حق بازنشستگان داره ضایع میشه. میزانی که دارن افزایش میدن بنابر گفته این افراد به جای 100% تورمی که در برخی کالاها وجود داره 10% داره به حقوق بازنشستگانی اضافه میشه که شرایطشون مشخصه، درمان لازم دارن، مسئله مسکنشون هست، مسئله وضعیت خانواده هاشون، بسیاری فرزندان دانشجو دارن و تأمین معاش خانواده ها به گردنشون هست. همچنان به هر حال بازنشسته ها راضی نشدن، نمایندگانشون راضی نشدن، همچنان دولت و مجلس تو پروتو زمین همدیگه میندازن و هنوز منتظرن بازنشسته ها که مجلس پاسخ بده. از زبان دو نفر از بازنشسته ها در شوش که تصویرشون به ما رسیده و پیام هاشون به ما رسیده این دو موضوع رو به نظرم بیشتر توضیح میدن. گزینه ای از بخش هایی از چون طولانی بود رو انتخاب کردیم که با هم ببینیم. ما بازنشستگان تامین اجتماعی به دلیل اینکه دولت قانون شکنی کرده و حق ما را ناحق کرده و آقای قالیباف بر این قانون شکنی صحه گذاشته اعتراض داریم. ما خواهان اجرای ماده 96 هستیم و اینکه دولت دستش از صندوق بازنشستگی کوتاه بکنه. دولت هیچ حق و حقوقی در صندوق تامین اجتماعی نداره. ما خواهان عدالتیم، ما فرزندان این آب و خاکیم، به هیچ گروه حزبی وابسته نیستیم و از هیچ احدی هم خوف نداریم. ما خواهان این هستیم که عدالت برای ما اجرا بشه. هوای 50 درجه، ما نزدیک 35 روز این هوا بیتوته کردیم، کسی نیست به فریاد ما برسه. صدا و سیمای ما کجاست؟ اگر ملیه بیاد صدای فرهاد خود فریاد خواهی ما را به گوش مسئولین بیکفایت برسونه. واقعا اینجا الان طوری شده که شما یک دست شدید، صدا و با هم هستن، الان دارید پشت همه میگیرید، هیچ کاری به مردم ندارید، هیچ کاری به بازنشستگان ندارید. میخوام اعلام بکنم همه بازنشستگان الان هر روز دارن زیاده، فکر نکنید خسته میشین، فکر نکنید ما از پای قول مرد نمیشیم، نه، ما با خانواده میام جمعیت بیشتر میشه، بشای دیگه هم به اون اضافه میشه. پس همینجا تمامش کنید، همینجا به قول مرد من استان خوزستان از همه استان ها بیشتر در عذابه. به دو علت، یک گرمای بیش از اندازه، دو گرد و قواری که هست. آقایینه که دیروز اعلام کردید 30% دارو اضافه شده، بابا جون ما تمام حقوقمون، تمام حقوقی که میگیریم نصف بیشترش خرج دارو و درمان میشه. به خاطر این دو موردی که بهت گفتم، من موارد دیگه، ما سرمایه داریم، ما ثروت داریم، نمیشه بگید به خاطر تورم، به خاطر نمیدونم گرانی باقی اصناف ما نمیتونیم حق حقوق شما رو بدیم. نه، میتونید بدید، شما مدیریت باید بکنید. تصاویر دیدیم از اعتراض بازنشستگان سنا، از اما به جز این دیگه چه ویدیوهای اعتراضی دریافت کردید؟ خب موضوعات امروز زیاد بود، اعتراضات بسیار بود. در دریاچه ارومیه موضوع خشک شدنش مد نظر بسیاری از شهروندان بود که در ارومیه و اطراف، شهرهای اطراف دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. در مورد بازنشستگان در حوزه شترمرغ که کشاورزان اون حوزه میگن، که دامداران اون حوزه میگن ما امکانات کافی نداریم، غذا تعلق نمیگیره و بسیاری از موارد دیگر. اما دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تهران، خبری رسید که بسیاری از این دانشجویان امروز و شب گذشته با که اینها ساکن خوابگاه بودن، با آمبولانس به خاطر غذاشون
جابجاشون میکنن و به مرکز درمانی میرسونن. اما امروز هم یه اعتراضی اونجا شکل میگیره در خود دانشگاه که تصاویرش و توضیحاتش به ما هم رسید، هم توضیحاتی که رئیس دانشگاه داده بود، هم اعتراضاتی که دانشجوها میکردن. حرف این دانشجوها این هستش که خب اینها معلم دانشجو هستن، دبیر هستن در برخی مقاطع. اینها دانشگاه بهشون گفته که حقوق شما رو ما کمتر میدیم و ما کمبود بودجه داریم. در مورد خوابگاه‌هاشون توضیحاتی داده که وضعیت خوابگاه‌ها خیلی وضعیت بغرنجی داره. اما توضیحات رئیس دانشگاه به هر حال اون چیزی که ما دیدیم دانشجوها رو راضی نمی‌کنه و نکته این هستش که هر کدوم از مسئولین دانشگاه طبق اون تصاویری که ما دیدیم یک توضیح متفاوتی میگن. یکی میگه از وزارت آموزش و پرورش ما بودجه میگیریم، یکی میگه از یه جا دیگه. به هر حال سردرگمی وجود داره. تصاویری از این اعتراض ببینیم. بله. بله، به جز این سان از دیگه چه ویدیوهایی داریم؟ خب موضوع دارو هم موضوعی بود که خیلی در روزهای گذشته سر صدا کرد. یک پرسشی رو هم ما در اینستاگراممون مطرح کردیم که این شرایط افزایش قیمت چه وضعیتی رو برای شهروندان ایجاد کرده، افزایش قیمت دارو، که بسیاری از شهروندان پاسخ دادن در مورد بیمه‌ای که نمیگیرن، در مورد گرانی دارو، در مورد اینکه در دسترسشون نیست، داروهای خارجی به سختی پیدا میشه و داروهای داخلی کیفیت مناسب رو نداره. و حالا میشه اگر دوستان و مخاطبان خواستن توضیحات بیشتر رو در همون اینستاگرام ما میتونن بدن و ما در برنامه‌های بعدی حتما پوشش خواهیم داد. بله. داروی برانتیمب برای بیماری هوشکین داخل داروخانه‌های دولتی اگر پیدا بشه، باز تأکید میکنم اگر پیدا بشه، حدود هم 15 میلیون تا 25 میلیون تومان هستش. ولی اگه پیدا نشه همین دارو توی بازار آزاد شاید دور بر 70 80 میلیون تومان باشه. متاسفانه این دارو گیر نمیاد، باید یک ماه 45 روز تا دو ماه معطل بشیم که آقایون اراده کنند دارو رو وارد کنند. مکبت جمهوری اسلامی، مایبک و حکومت آخوندی با این وضعیتی که برای مردم درست کردن باید پهپه شدن عزیزامون رو جلوی چشمون رو ببینیم. بله، ممنونم سناز قاضی‌زاده، اینجا در استودیو با ما بودیم.